سرتان حمله است که میگه دینتان دین عقب مانده است، دینتان دین عقب مانده است. دین ما دین عقب مانده نیست. دا گفت دکتر میکنن، دا گفت پروردگار نمیکنن. سه بار حمله کرده، سه بار تجاوز. جنگ اول افغان انگلیس، دوم سوم. بار 1929 نشنیدیم. نه. چرا مسلمان ها قدر پست ماندن؟ مسلمان ها قرآن نمیفهمن. قرآن کریم سرچشمه علم و معرفت است. من تحصیل کرده شوروی هستم. انسانیت غزه موشه شروع میشه که دخترها زنده و گور میشد. حقوق بشر میگه 300 میلیون کفار خود از سرخان پیغمبر نان میخورن. ببینین که ختم قرآن کریم میگن. این کلمه بسیار مرا تکان میده. 7-8 سال از صف 12 مکتب 11 مکتب بودم اینجا میامد که سوالای بسیار بلند فلسفی میکرد. دوستای نهایت عزیز، رسیدیم به دفتر بزرگترین فیلسوف قرن، بزرگترین فیلسوف فیلی جهان، اساسگذار علم جدید ریاضی فلسفی در جهان. جهان در شش روز آفریده، به می خاطر نماز و صلات الوسطا نیت ششم است. دین اسلام دین بسیار بزرگ است که میگن علت پسمانی مسلمان ها در چیست. جنبندی کنم صحبت خدا که چرا مسلمان ها قدر پس مانده. مسلمان ها قرآن نمیفهمند. مسلمان ها قرآن تنها میگن ما ختم مانه است. همیال آمده مشتر کرده که ما در ختم فلان ها ایسو دعوت هستیم. این براتون شما میولی یک کاکایم خدا به امروز فوت کرده، روان کرده نشتهش بخلم. ببینین که ختم قرآن کریم میگن. این کلمه بسیار مرا تکان میده. این کلمه بسیار کلمه ناشایسته از در آدرس قرآن. ملما در منبر بگوین کائنات ختم شود، قرآن ختم نمیشه. تمام ابحار ضربه اف شود، تمام درخت ها قلم شود، یک از کلمات پروردگار اختتام پیدا نمیکنه. به می خاطر بعد از و ناس شما در کجا می 12 آیت دیگر را میخونیم. 7 آیت الحمد شریف، 5 آیت دیگر در نقطه که میگن بسم الله الرحمن الرحیم اولایک علی هدی من ربهم و اولایک هم المفلحون. باز میفهمین که بی سواد هستن. اما سعی کنید در ماشین حساب 123 جمع 456 جمع 789 این میشه 1368. خانه که اول یک شش جهت سه بود داره، شش جهت هشت کنیم. وقتی تقسیم 12 میکنیم، 12 آیت که بعد از وناس مایی را دور میتیم. به میخاطر هیچ وقت شما نمیبینید که یک دایره یک انگشترتون سراخر داشته باشه. وقتی که تقسیم 12 میکنیم شد نبرای 114. من میخواد قلواله ها چار سوره خیر ببینین. حالا من میفهمم که البته مسلمان ها میفهمن دیگه. سه که جالب است. قل و الله چهار آیه داره. قل اعوذ برب الفلق پنج آیه داره. قل اعوذ برب الناس شش آیه داره. سه که دیم وسط آمده. چهار، پنج، شش. وقتی تقسیم چهار، پنج، شش. چهار، پنج، شش. وقتی تقسیم چهارش میکنی میبرایه 114. 114 از ضرب 4 میکنی. اما قل و الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. پس جوانا سرتان حمله است از طریق یوتیوبرا دنیا، از طریق تلویزیون های دنیا، از طرف تیک تاک میکشن. من چون نمیفهم به سواد هستون در اینجا گپا. شاگرد نواسی مسئول مرا یاد میتر این گپا رو نمیفهم. از مردم های فیلم های شاو سفید هستیم. سرتان حمله است که میگه دینتان دین عقب مانده است، دینتان دین عقب مانده است. دین ما دین عقب مانده نیست. دنیا ما را میشناسن. مثلا کسی که امروز دندان خود میشوه از برکت دین اسلام است که میشوه. دندان خود میشوه که بنیانگذار دندان کشتگی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. دندان خودش است. بله؟
انسانیت غزه موجه شروع میشه که دخترها زنده به گور میشد. حقوق بشر میگه 300 میلیون کفار خود از سرخان پیغمبر نان میخورن. که امروز یک آدم تسبیح جور میکنه، یک آدم مسجد جور میکنه، یک آدم گوسفند جور میکنه، تیاره جور میکنه، آجیر میکنه. پس دین ما بسیار دین بزرگ است. سر مستورات قرآن کریم، اف موضوع در قرآن کریم مستور است. مقطعات، متشابهات، شب قدر، صلات الوسطا، شان نزول، نظرات اتقان فی علوم القرآن خوانده، نظرات مختلف است. و نقاط دیگهش که اگه ادامه بده میشه که ثبوت شب معراج، شق القمر و غیره مطالب است که بقیده ای را میپذیرین. ما میخواییم ثبوت کنیم بر دنیا. ثبوت توسط اینی ماشین حساب ریاضی میشه. فاصله آفتاب و زمین چقدر است؟ میگه اینه قدر که قبول نره کلی قبول میکنه. کس قبول نمیکنه میگه تو اصاب نارام نست. تو نرمال نیستی. در گوگل پر نقدر. کی متر کرده ایچ کس متر نکرده کلی قبول میکنه. چون روی ساین ثابت ساخته. خداوند جلال و شانه میگه نخو شراب عدول میکنن از فرمان پروردگار میخورن اکتیداد مردم. اما دکتر سو میگه نخو شفتالو نمیخورن. در گفت دکتر میکنن در گفت پروردگار نمیکنن. این کتا علالا که علال است باید از بخور شفتال رو اما دکتر صاحب منش کرده. ای آرام است اما ملا صاحب در منبر گفته در گفته نگفته. ملا صاحب گفته که اگر مرغ همسایه در خانه تان آمد ایره روان کنین پس به همسایه تان. در گفته مولوی صاحب نمی کنن. نه تنها اسلام در هیچ ادیان در گفته را برای مذهبی خود نمی کنن. میگه زیر پلو میکنیم شد. سیاستمدار بگه در گفت سیاستمدار کس نمیکنه. اما در گفت یک ساینسیست در گفت یک دکتر در گفت یک ساینس میکنه. چون قرن بسیار قرن ساینس است. بروز کل دینا ما رو میبینه و قرآن کریم سرچشمه علم و معرفت است. من تحصیل کرده شورویستم. ما در عربستان تحصیل نکردیم. قرآن کریم با تجوید نمیتونم خوانده. شما میفهمید که وقتی میگم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله ملائکته تصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلم تسلیما لبیک اللهم صل علی سیدنا و علی آل محمد. شما میفهمید که به سواد است و مواد صحیح خواندن نترسم. مگم شروع میکنیم از اینجا. وقتی که شروع میکنیم به اجازه استادا به اجازه میمان معزز ما دکتر سفروتن عالم دینی ما که میمان هستن ما جمله مقتدیاش هستیم. این امیر ما هستن. ما مؤمن هستیم. هر امام امیر المؤمنین است. هر امام امیر المؤمنین است. متوجه باشین برادرها. چون این مؤمنین است او امیر ما است. با میان قمانده سلطان هم باشه در سجده میره. هر امام مسجد امیر امون منطقه است. ما یک موضوع را ترک ادب نکرده باشم. انجینر سید بزرگوار وکیل سید بزرگ محترم برادرای عزیز به اجازه کل شما میخواییم که می یک موضوع خدمت رو بیان کنیم که در راستای نماز دیگر هستیم که چرا خداوند جلال شانه سر نماز وسطی تاکید میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات و صلاة الوسطی و قوموا للیل قانتین. شما فهمیدین که با تجوید خواندن نترسم اما سر حکمت از این گپ میزنم چرا این آیت در سوره دوم جز دوم در آیت 238 است. 238 چی است؟ وزن اتمی یورانی هم است. صلاة الوسطی چی است؟ هسته نماز است. دو نماز در روز دو نماز در شب یک وسطی. ما میبینیم که انسان به این قسمت تقسیم شده. در چی؟ مثلا یک دست یک پا یک طرف یک دست یک پا یک طرف در بدن بدنش. این ما در ترازو تول میکنیم. این ما در ترازو تول میکنیم میشه. ترازو در کجاست؟ که میگه قرآن کریم نازل کردیم باق با میزان. سوره 42 آیت 17 حق و میزان ترازو. ترازو میگه علامه آرام میخواییم برتان بگویم. میگه سیدقه آقا بسیار تیزید گفت میداره وقت کم از مواد زیاد.
ترازو علامه استرمک هم است. آیا همیجا حضور داره همی علامه؟ بله. وقتی نبینیم که ترازوی ما سه رشمه ای طرف داره، سه رشمه ای طرف داره، یک رشمه ما باین ترازوی وطنه که شلغم طول میشه نه؟ وقتی سه رشمه ای طرف داره، سه رشمه یک رشمه ما میبینیم در کلمه هست یک، دو، سه. یک پله ترازو، یک، دو، سه. دیگه پله ترازو یا قپانش، دهنش یکیست. یک گوشی طرف، یک گوشی طرف، یک شمی طرف، یک کانال بینی طرف، یک کانال بینی طرف، دهن یکیست. این ترازو شد. خود ما ساختمان متناظر هستیم که بله؟ من میخاطر خدا یک است، قلب یکیست، با چهار دل دارم. دو نماز در روز میخوانیم، دو نماز در شب یک دیگر. ما مردم خامی خسته میخوانیم، برادرها کساری که میشنوه. ما نماز صبح پیشین در روز میخوانیم. دو نماز در روز میخوانیم. دو نماز در شب میخوانیم. یک دیگر. یک دیگر. این ساختمان نماز صبح میگه صدیق افغان چرا که دستای خود میگه بخاطر که مردم ما 90% بی سواد است. ما میخواهیم که مثل گنگا که تشواره میگه نماز صبح پیشین دیگر شام خفتن. پنج روز دو دفعه صبح نیت میکنیم، سه دفعه پیشین پنج. دو دفعه صبح سنت فرض، سه دفعه پیشین سنت فرض سنت پنج. دو دفعه شام نیت میکنیم، سه دفعه خفتن پنج، یام پنج است. پنج نیت در روز میکنیم، نماز میکنیم، پنج نیت در شب. یک دیگر، این یک دیگر واسه چه؟ یک دیگر واسه چه؟ ترازو شد. چهار کار صبح نماز میخوانیم ما، در کات پیشین چهارده میشه. پنج رکات شام نماز میخوانیم، نه رکات خفتن، یوم چهارده میشه. سالا نماز خوانید متوجه نیستید؟ در سه حالت با مسئول دو نماز در روز، دو نماز در شب، پنج نیت در روز، پنج نیت در شب، چهارده رکات در روز، چهارده رکات در شب. دو نماز در روز، دو نماز در شب، یک دیگر. یک داریم، یک. پنج نیت در روز، پنج نیت در شب، یک دیگر. دیگه یک پیدا شد. چهار کات صبح، در کات پیشین چهارده، پنج کات شام، نور کات خفتن چهارده. چهارم دیگر، یوم چهار شد. یک سر چهارده شد، وسط یک سر چهارده شد. خب، نالی ما میره، این ساخت میگه، ساخت البته دور از دانم بلا تجربه میگه، البته این را به فرمایشات پیغمبر صلی الله علیه وسلم شده، نه خیر. برادر آج میره میخوی یکم تو سنت نمیخوان یک بغل هم ایسود خودن برای تو نال بگم بدن ما ساخت بشر نیست، بدن ما ساخت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. اگر بدن ما در این فرمول برابر بود دین هم میگن شد فرمول شد که مسئول نیست از این فرمول است. اگر این نماز مطابق این بدن ما مطابقت کرد ثابت میسازه کردوش از یک من برابر میشه. نماز سو پیشین پنج نیت این پنج کل داره. نماز شام خوفتن پنج نیت یا پنج کل داره. یک دیگر، یک آن زبانت یک است. چهار که صبح در کات پیشین چهارده، ای کلکای پنج نیتت چهارده رکات، پنج کلکت هم چهارده است. آن سه، شش، نو، دوازده و تو چهارده. پنج شام نور خفتن چهارده، ای هم چهارده. چهارده و چهارده بیشتر، چهار ترک سر سی و دو. 32 دندان داری از در دندان شکرالی بجا میکنی. طفل که دندان میکشه اول دو دندان بالا دو دندان پایان میکشن اول 14 ای طرف بعد 14 ای طرف اول 4 رکات نماز دیگر فرض شد بله پس 4 مربع نماز صبح 16 جمع 10 مربع پیشین 100 116
جمع 4 مربی دیگر 16 میشه، جمع 5 مربی شام، جمع 9 مربی خفتن. یعنی ما اینو در ماشین حساب میپرتیم، ببینید که ببینید که بسیار که باز نگویید که منافع 4 4 16 10 10 100 4 4 16 132 5 5 25 9 9 81 میشه 238. 238 اما آدرس ما آیت است. پس شما در 24 ساعت 238 بار الله اکبر میگین، 178 دفعه الله اکبر در داخل نماز ها میگین، در پنج وقت نمازتون در 32 رکات، 30 الله اکبر در اذان میگین، 30 الله اکبر در قامت، مجموع 238 میشه. خب آغاز رو صبح از دو دفعه نیت میشه، آغاز شب شام از دو دفعه نیت میشه، نماز دوم روز پیشین 3 دفعه نیت میشه، نماز دوم شب خفتن 3 دفعه نیت میشه. میشه بله. دو دفعه صبح نیت نکنی، 3 دفعه پیشین، یک دیگر، دو شام، 3 خفتن. میشه 23123. 23123. 23 در روز، 23 در شب. دو نیت صبح 3 پیشین 23، دو شام 3 خفتن 23. 23 سال روز قرآن کریم شرف نزول میکنه، 23 سال شب قرآن کریم شرف. یک وحدانیت، اما نماز صلوات الوسطی. 23 دکتر سه حضور داره، دانشمندای جو حضور داره. 23123 بار ما تنفس میکنیم در 24 ساعت. 23123 بار پلک میزنیم، پارت در گوگل برین. 23000 شب میگن، 100 شب رندوف میکنن 23000. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم 23123 روز زندگی کرده. 63 سال و 3 ماه و 22 روز و 6 ساعت. 2 ضرب 2 4 3 ضرب 3 9 9 4 13 زمان مکی، 2 جمع 2 4 3 جمع 3 6 14 زمان مدنی. تمام سیستم از این ما در کتابای خود نشته کردیم. اینجا کتابای ما است، شما پی دی اف شاشو ببینین کار کردیم. پس چی است؟ پس قرآن کریم سرچشمه معرفت است. پس تمام چیزی که در جهان است این مرکز جوابگوست که برای دنیا میفهمانند که قرآن کریم تمام سیستم کائنات در قرآن کریم است. قرآن کریم به سه لسان آمده، یکی به لسان اعجاز و حکمت، دوم به لسان عربی که بعد از او به لسان اعداد. باید خود تقسیمات کنید هر کدام شما میگنید اعداد. قرآن کریم چند جز است؟ 30 جز است. چند وقت نماز شما میخونین برادرا؟ چند وقت نماز از دکتر سر؟ یعنی در وسط عدد 5 است. ببینید عدد 5 در وسط ماشین حساب تام 5 است. ببین من میخواد در سوره وناس 5 بار وناس گفته شده. 5 بار اعظم انسان ها زندگی میکنه. من میخواد 5 بنای مسلمانی است. 5 بنای انسانی است. تشریح کنین. عدد بنای 5 است که 4 طرف اعداد است. 4 طرف 5 اعداد دور میخوره. 4 طرف اعداد 5 جمع کنیم میشه 40. 40 سال پیغمبر معظم بود، 5 آیت برایش نازل میشه اقرا. 5 چی است؟ از 5 شتر هم زکات میشه، از 40 دانه گوسفند هم زکات میشه. 5 ضرب 8 دانه تکمت 4 طرف 5 8 ضرب 5 40 40 نماز در مدینه میخونی. پس تمام از اینا روی محاسبات است. تشکر میکنم. به همه کوتاه که خسته نشین. به خاطر که خداوند جل اعلی شانه او جهان در 6 روز آفریده. در کن فیکون میتونه خداوند کن فیکون کن فیکون است. اما چرا؟ به خاطر که با تدریج میکشد سیاد سید از دام آیسته آیسته، پس آیسته آیسته شراب بند میشه، آیسته آیسته قرآن کریم شرف نزول میکنه، نظر به زمانش، نظر به مکانش. به می خاطر خداوند جهان در 6 روز آفریده. به می خاطر نماز و صلات الوسطی نیت ششم است. از اون طرف هم بینی 6 طرف. به می خاطر خداوند جهان در 6 روز آفریده، دو روز زمینه، دو روز آسمان، دو روز بینشه، دو روز زمینه، دو روز آسمان. من میخواد سعی کنید 4 خانه کعبه 4 طرف دور میخونین. اول 4 الله اکبر میگین در روزون، بعد از 2 الله اکبر بعد از عرش فلاح میگین. بسیار تشکر جناب افغان صاحب. بیشتر میشنویم از شما که آیا در حین همقدر تحقیقات 50 سال شما تحقیق کردین و همچنان بعض شاگردای شما دارین که سرزوی حساب شوه، خداوند شما را صدها سال عمر بده،
که بالا از او حساب شوند و در آینده افغانستان یک امیدواری باشد تا ریاضی فلسفی که شما اساس و بنیادش گذاشتین همیشه جاویدان بمانند. آقای دکتر سوارسی جز 7-8 سال است از دوازده مکتب یازده مکتب بودم اینجا میامد که من سوالای بسیار بلند فلسفی میکرد. وقتی که آمد کار کرد دیدم که یک بچه نابغه است دیگه نامش کلمه نابغه مونده اینجا کار میکنم روی باجه یک بچه فاکولته سال آخرش است حرفای من میفهمد که من سرش اعتماد دارم بله تشکر سلامت باشین دیگه قربان شما دیگه سوال داشته باشه بگو آخرش قرآن 114 سوره داریم 558 رکو 6236 آیه 77820 کلمه 105684 نقطه و 330123 حرف 14 سجده هم در قرآن وجود داره. اینها تمامش سوال هست. اولین انگیزه هایی که در ذهن افغان صاحب ایجاد شد امی بوده که چرا باید 114 باشه و 115 نباشه سوره هاتی دادش بله. چرا باید ما 30 پاره داشته باشیم ولی 31 پاره نداشته باشیم؟ بله سوال برانگیز است. بدون شک اولین مدل مدل خود سوره های قرآن هست که ترتیب سوره های قرآن چنانی هست که انسان را واقعا شگفت زده میکنه. ما مدل سوره های قرآن را روی یک کره البته کار کردیم بله. که ابتدایی ترین بحثش هست بله. شما ببینین اینجا اولین سوره که سوره فاتحه هست و آخرین سوره سوره ناس 114مین سوره. اینجا جا داده شده. قرآن تنها کتاب دنیا نیست بله. تنها کتاب آخرت هم نیست بله. قرآن عظمتش این هست که ابتدا تا انتهای خلقت جهان هستی چگونه ای کار کرد جهان هستی و ای که آخرت چه میشه تا بهشت و دوزخ اینها تمامش جا داده شده ورده بس 115 میشه بس. 115 مهمترین بس در قرآن و همچنان در بس جهان هستی ما هست. ما در قرآن 114 سوره را وقتی با آیات تقسیم میکنه 6236 آیه میشه که در کل ما شاید شما شنیده باشین 6666 آیه. ما در باز جای شنیده ما تا بسیاری از علما هم این گپ میگن قرآن حساب بکنید شما تعداد دیره و ما به تمام بیننده ها اینها میگیم حساب بکنن 6236 آیه میشه بله. ولی تعداد آیات کلی که 430 آیه از این آیات مقطعات هستن که به چشم دیده نمیشه. یک طفل وقتی در بطن مادر تولد میشه 6666 آیه در بطن مادر میباشه. 6666 ساعت یک طفل در بطن مادر میباشه بله. اونو 430 ساعتش ساعت ابتدایی هست که مادر از وجود طفل خود آگاهی اصلا نداره بله. ولی 6236 آیه که 6236 ساعت میشه مادر کلن آگاهی داره و از طبل خود آگاه هست. ما هم 6236 آیه را میبینیم میفهمیم 43 آیه دیگه نمیفهمیم. بیاییم در رابطه با حروف مقطعات. قبل روی حروف مقطعات بریم یک چیزی که زیاد یعنی روی ماشین حساب افغانس زیاد کار کرده فیلن بس کردیم میخوام اثبات بکنم که چگونه از روی ماشین حساب میتونیم پیداشون بکنیم. ما تمام اعدادی که در روی ماشین حساب هست با هم دیگه جمعش میکنیم. عدد 1368 به دست ما میه. عدد 1368 یک سال در 12 ماه تکمیل میشه. قرآن هم در 114 سوره تکمیل میشه و نقطه گذاشته میشه. پس ما اگر اینمی عدد را تقسیم 12 بکنیم 12 ماه میبینیم که 114 سوره را به دست میه. ماشاءالله. یک است. دیگه روی ماشین حساب نمی حرفی می که یک در مقابل 9 ده میشه، دو در مقابل 8 ده، 4 در مقابل 6 ده، 3 در مقابل 7 ده، 4 در ده میشه که 40 میشه. 40 سال است که پیامبر صلی الله علیه و آله به پیامبری مبعوث میشه. جمع 5 بکنیم 45 میشه. 45 سال نزول سوره طه هست که با خود نزول سوره طه یکسان هست. وقتی ظرف این 2025 میشه، 2025 سال اتفاقات بزرگی هست که یک از فرعونیان بزرگ مسلمان. حروف مقطعات با زپولیش نوشته شماره نزول، تعداد حرف و اعداد اولیه و شماری تا
ترتیب به ساده دیده میشه. اولین حروف مقطعی که نازل میشه حروف مقطعی نون هست، میبینین شما. دومین حروف مقطعی که نازل میشه حروف مقطعی قاف هست، صاد هست، الف لام میم صاد هست و بالاخره یاسین. همین تو به ترتیب پایین تر می. از اولش پس ما براتون شروع میکنم. حروف مقطعی نون از لحاظ نزول دومین هست، دومین سوره است که نازل میشه. از لحاظ ترتیب 68م هست. از لحاظ تعداد یک دونه هست، کنجا یک نوشته است، میبینین انشاءالله. و دو هم عدد اولیش هست. حروف مقطعی قاف از لحاظ شماره نزول 34 هست، از لحاظ شماره ترتیب 50 هست، یک حرفی است و سی. میبینین که امو البته که عدد اولیش هست. امو تو شما پایین میل میبینین تمام حروف مقطعات جدا شده که به کل از این نور اگر تشریح کنم وقت زیاد میگیره، همین تو به این شکل تا آخرین حروف مقطعی که در این سطر میبینین حروف مقطعی الف لام میم است. بله. 57 است از نزول و 31 در ترتیب میبینین شما سی حرفی است. بله. میبینین که سی داده شده و 47. همین تا این چیز در این برج این طرف شما میبینین از بالا حامیم. بله. از حروف مقطعی حامیم شروع میکنیم که 7 دانه حامیم داریم ما در قرآن. و جالبی است که من براتون اینجا یک مسئله دیگر میگم که حروف مقطعات رو ما به دو بخش تقسیم میکنیم. بله. یک حروف مقطعی با تکرار، حروف مقطعی بدون تکرار. بدون شک حروف مقطعی با تکرار ما 4 دانه هست. بله. الف لام میم، الف لام را، حامیم و تاسین میم. بله. 10 حروف مقطعی دیگه حروف مقطعی بدون تکرار هست. بله. در قرآن تکرار نشده و وقتی جمعش میکنین در کل قرآن ما 14 دانه حروف مقطعه داریم با تکرار و بدون تکرار. وقتی یک جا جمع میشه میبینیم حروف مقطعه تعدادش 30 دانه میشه. 30 دانه حروف مقطعه ما در 29 سوره جا داده شده. جالبی هست که 30 دانه حروف مقطعه ما در 29 سوره جا داده شده و سوره 42 که سوره شورا هست 2 دانه حروف مقطعه داره. بله. کل اینا پاسخ داره که چرا باید سوره شورا 2 دانه حروف مقطعه داشته باشه. بدون شک. روی موضوع بعدی، موضوع این مدل در وسط مدل هم که پیش بینی داد زیاد سوال ایجاد نشه، میبینید شما که تعداد سوره های قرآن کل جا داده شده 114 سوره هست و در 114 سوره ما 30 دانه عدد اولیه داریم و 30 حروف مقطعه داریم. بسیار زیاد تشکر جناب دکتر صاحب. بخشای بعدی که بدون شک دستاوردهای خیلی زیاد داره و همجا تحقیقات خیلی زیاد صدیق صاحب صدیق افغان کرده، شخصیت بدون چون و چرای افغانستان و همچنان که یک تاز دنیا بیشتر مشنویم. میریم بیرون بریم اتاق دیگه. مدل دیگه هم بله. هست بهتر اینجا شما تصویرش گرفته میتونیم. بله. که به نام مدل تاریخ یاد میشه. بسیار خوب. مدل تاریخ یکی از مدل های بسیار دیگه همون تو برازنده و بزرگ جهان هست. بله. که این مدل البته بالای افغانستان هست کارش. بله. این شکل مدل بالای کشورهای مثل آمریکا و روسیه و اینها هم کار شده. بله. افغانستان کار کرده و جالب اینجا هست که در عمو پیش بینی هایی که افغانستان به اصطلاح عام مردم می کردن که نمیشه برایشان پیش بینی بگوییم، اونا محاسبات هستن. محاسبات هست بدون شک. محاسبات هستن که افغانستان نظر بینیمی فرمول هایی که از تاریخ سالها را البته تحلیل و تجزیه میکنن بالاخره به یک نتیجه میرسن که در فلان سال ای توی یک اتفاقی قرار است بیفته. میرون روی تصویر بیشتر حرف میزنیم. شما میبینید که فشردی از وقایع تاریخ افغانستان به اساس قرارمندی ریاضی فلسفی هست. 25 پادشاه یا امو رئیس جمهور افغانستان احمدشاه دورانی اولین رئیس پادشاه افغانستان و حامد کرزی 25مینش. تمام اینها به اساس قرارمندی ریاضی فلسفی اولینش چقدر سال، چقدر ماه، چقدر روز و چقدر ساعت پادشاهی کرده. بله. تا آخرش دریجه نوشته شده. بله. و نظر بر اینی محاسبات که حتی ای که کدامایش ریج داشتین، کدامایش ریج نداشتین یا باز بسای بسیار عمیق‌ترش هستن، به اساس اینی محاسبات شما مثلا اینجا اگر ببینین 1979 جمع 1879 تقسیم 2 1929 میشه. چه است؟ جنگ شوروی با افغانستان و جنگ افغان انگلیس. بله. وقتی جمع میشه تقسیم دو میشه 1929 به میان میه که 1929 یک سال اتفاق بزرگ دیگه در افغانستان بوده. این نظر به فرمول پیش میره. مثلا اون قسمت اگر 1929 گذشته کدام اتفاق بسیار بزرگ بوده میشه تشریح بسازی چون همتنای خوبتر بفهمن. 1929 شما میفهمید که افغانستان در 1919 استقلال خود را گرفت. بله. از البته از انگلیس استقلال خود را گرفت. در آغاز تجاوز انگلیس در افغانستان سال 1929 هست. یعنی 1919 استقلال میگیره، 1929
محاسبه شده وقت دیگه که 1929 آغاز تجاوز است بالای افغانستان، تجاوز انگلیس که تا فعلا میبینین شما که البته بس که ادامه داشته یا تجاوز انگلیس یا تجاوز روس، تجاوز انگلیس در افغانستان 1919 خلاص شده. 1929 اولین تجاوز انگلیس در افغانستان میباشه. 1929 اولین تجاوز انگلیس در افغانستان میباشه. ما 1919 استقلال گرفتیم. بله. 1929 انگلیس تجاوز میکنه. 2001 آمریکایی‌ها تجاوز میکنن و دقیق سالش به یادم نیست. 1929 احتمالاً دکتر صاحب که روس پلان میگیره. 1929 روز بعد از انگلیس در افغانستان تجاوز میکنه. خب نظر به گفته تاریخ 1929 انگلیس در افغانستان میایه، دقیق سالش به یادم نیست که کدام سال باز روز در افغانستان تجاوز میکنه. افغانستان در سال 1919 مطابق با 1298 هجری شمسی بلی استقلال خود کسب میکنه، اما باز چطور 1929 باز تجاوز میکنه؟ دیگه بار تجاوز نداشته، سه بار حمله کرده، سه بار تجاوز. جنگ اول افغان انگلیس دوم سوم بار 1929 شون نشونیدیم. نه شما خب 1929 یک چیز بسیار مشهور است. روی مدل شما دقت بکنید، یک شما مویر اسمش هم روی مدل ببینید چی ماندیم؟ تجاوز مجدد نامش هم ماندیم. تجاوز مجدد یعنی تجاوزی که عقب نشینی شده دوباره تجاوز شده. تصف در رابطه با این مدل ما معلومات بیشتر از شما بشنوید. خب این مدل البته به نام مدل جهان هستی یاد میشه. بله. در این مدل شما میبینین که امو حرکات جهان هستی یک قسم به نمایش گذاشته شده. بله. مثل که ستاره ها، سیارات و همچنان کهکشان ها در حال حرکت هستند. بله. در مدارهای مشخص و معین کلن میبینید دیگه اینا مدارها هستن که در حال در اینجا تمام سوره های قرآن البته جا داده شده. بله. که شما میبینید اسم تمام سوره ها با تعداد آیاتشان و شماره هایشان جا داده شده. بله. و همچنان برای علاوه از حروف مقطعات جا داده شده. بله. که تمام حروف مقطعات جا داده شده مثل امو کمربند های کهکشانی و همچنان برج هایی که در آسمان. بله. خودم طول اشاره میکنه خود یک چیز را ساخته و همچنان مهمتر بحثش این هست که کعبه در وسط قرار گرفته در ایجه و تمام فاصله کمربند و همچنان مساحت زمین از این مدل ما میتونیم که بدست بیاریم. ما بیشتر ساعت‌تر روی زی میخوایم حرف بزنم. این مدل که یک گوشی از امو مدل هست، شما میبینین که اینجا یک تعداد اعداد جا داده شده. بله. جالب هست که براتون بگم در قرآن 461 بار کلمه زمین آمده. بله. 461 بار کلمه زمین وقتی در قرآن آمده، ما در کل 24 ساعت داریم. بلد. ما از اینمی عدادی که اینجا نوشته است 6 عدد البته که در 6 روز خداوند متعال جهان هستی را خلق کرده و در 2 روز زمین را، آیات قرآن هست. نه 2 روز زمین را 4 روز متبقی جهان هستی را که 2 روز فاصله میان زمین و آسمان ها را 2 روز دیگه آسمان ها را در کل 6 روز میشه. 6 روز ما 144 ساعت میشه. 144 مساوی با 114 سوره جمع 30 پاره 144 میشه. و اینجا شما یک از اینا را انتخاب بکنین، ما مساحت زمین را از اون میتونیم براتون درست بیاریم. یک بازی جالب میتونه باشه. از این استفاده میکنیم. با می رنگ زرد که است، بیشتر معلوماتش از شما میشنویم که همین مدل که با رنگ زرد است بر ما بیشتر معلومات بدین که مساحت زمین چقدر است. مساحت زمین رو ما مثلا از اینی میتونیم که ساده بازیز بیاریم. ببینید تمام رو جمع میکنیم، 3 مربع 9 میشه. نو. اول 461 مربع، 461 ضرب 461 این عدد جمع 3 مربع مو که اینجا است 9 میشه. این عدد به دست آمد. درست؟ 7 جمع 5 12 ضرب 12. یک دقیقه کمی رو جمع 12 کردم. این ضرب 12 و همچنان ضرب 2 ضرب 2 روزی که زمین را خداوند تعالی خلق کرده. بله. اینجا ماده 100 هست. اینو وقتی ضرب 100 میکنیم 100 به دست میاریم 510 میلیون و 72 هزار عبارت از مساحت زمین است. بشک.
گوگل در خدمت تمام بیننده ها هست، میتونن مساحت زمین بزنن امی بزنن مساحت زمینه. من هم کم کم معلومات داشتم، عین شکل است، عین چیزی که شما محاسبه کردیم. بخیر سلامت باشی. بخش بعدی، بخش بعدی میریم سر کتاب ها. کتاب ها اثراتی که داشتن و انشاءالله روی اثراتشون یکم بحث میکنیم. شما اون طرفتر میشستاد باشین. میشه. و او کتاب اول شما هم دکتر سبی طرفتر بین که می همکارم خوب تصویر داشته باشن. بس میکشیم کتاب رو بیرون تصویر. خب بس این کتاب به نام مربات و مکعبات اسرارآمیز یاد میشه. در این اثر اولین اثر افغان صاحب است. میبینی شما داخلش هم دیگه که تمام فرمول ها و تحقیقاتی که افغان صاحب کشفیاتی که داشتن در باب مربات و مکعبات اینجا هست که به خاطر فهم درک تمام این کتاب نیاز از درس داده شده که تمام سمسترهای کتاب به شکل درسی البته به زبانهای مختلف درس داده شده و ساده میتونن از این استفاده بکنن. دکتر سه محترم در رابطه با این بر ما بگین که آیا این کتاب ها فعلا هم در پانتون‌های معتبر جهان تدریس میشه یا خیر میشه؟ چون ما دیدم به زبان دریس، آیا به زبان روسی یا زبان انگلیسی ترجمه شده یا خیر؟ این کتاب ها به زبان روسی، ترکی، انگلیسی و فکر کنم ازبکی هم ترجمه شده که در ازبکستان استفاده میکنن. دیگر کشورهای مختلف از این کتاب ها استفاده میکنن و به شکل رسمی مرکز تحقیقات ریاضی فلسفه جهان 23 کشور رسمیت داره. بله. بیشتر از 50 کشور جهان تابلو سمینارهای مسائلش برگزار شده. خود افغان صاحب رفتین و سمینار برگزار کردین و بر علاوه از دستاوردهایی و تحقیقاتی که افغان صاحب روی مسائل داشته در تمام کشورهای دنیا استفاده میشه. معمولا نمی کشورهایی که از جمله روسیه، ترکیه و چین و ازبکستان جای هم. اثر بعدی و همچنان کتاب ریاضی فلسفی هست. کتاب ریاضی فلسفی در کل علم ریاضی فلسفی را تشریح میکنه که از مبتدی تا پیشرفته هست. بله. که تمام بحث ریاضی فلسفی که ریاضی فلسفی چه است تا چگونه توسط جهان مورد قبول قرار گرفت تمام ایره بحث میکنه. اثر دومشان و اثر سومشان هم که جالبترین اثر و اثر اخیرشان هست البته نظم اعداد در قرآن مجید هست که تمام مسائل قرآن، نظم اعداد در قرآن، ای که چگونه اعداد ترتیب شدین در این کتاب جا داده شده و انشاءالله که جلد بعدی زیره مخواد تألیف کردم براتون انشاءالله. آیا این کتاب هایی را که شما در اینجا جناب افغان صاحب نگه داشته و سرانجام بالاخره بسیار جای مقبول، از این آید در بازار ما پیدا کرده میتونیم این کتاب ها را یا خیر؟ متاسفانه در افغانستان تا فعلا کتاب ها به چاپ نرسیده و حکومت مسئولیت چاپش با عهده نگرفته، همچنان اداری امور اینها کتاب ها را چاپ نکرده. امیدوارستم که حکومت و همچنان مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنان تمام بخش های معتبر حکومتی هم توجه جدی کنند، چون کتاب ها نمیشه تنها در دفتر صدیق افغان باشه، باید در دسترس همه افغان ها باشه. دوستای عزیز، تحقیق بعدی خصوصیات نظم کائنات بر مبنای اعداد و ارقام بیشتر از دکتر صاحب میشنویم که بر ما تشریح کنند. خب این مدل قراری که دیده میشه مدل نظم کائنات هست بر اعداد که در قرآن ما البته داشتیم، قبلا روش صحبت کردیم 114 و نمیفهمی مسائل. خب ما بیشتر روی اعداد اولیه تاکید داره البته افغان صاحب به دلیلی که اعداد اولیه یک اعداد مبهم هستن، تقسیم نمیشن، یعنی همچنان حروف مقطعات یک چیز مبهم هستن در قرآن. این دو مبهم را به او خاطر زیاد امرای یک دیگر تشابه میکنه و رویشان کار میکنه. روی مدل اگر حرف بزنیم، در این مدل شما میبینین که دو دانه مکعب وجود داره و یک مرکزیت که به شکل یک دایره رسم شده و همچنان یک کمربندی که مانند کمربند جهان هستی است دریجه رسم شده. تمامش اعداد هستن البته، تمام از این اعداد هستن که اعدادی که در مکعبات جا داده شده، اعدادی که در این دایره که در وسط از جا داده شده و اعدادی که همچنان در این کمربند جا داده شده. برای بیادی شما یک تعداد اعداد رو میبینین که به شکل زینه در چهار طرف جا داده شده که این توانهایشان فرق میکنه، مثلا از توان 1، 2، 3 و 3 و 4 هسته کار شده.
و همچنان برای لویز تمام فرمول هایی که این مدل کار شده به شکل زگما شما میبینین که در چهار طرف فرمول هایش هست که از طریق کدام فرمول ها ما میتونیم روی نظم کائنات حرف بزنیم که نظم کائنات ما بر مبنای اعداد و ارقام قرآن کریم ترتیب و تنظیم شدین و اگر این نظم را قرآن تنظیم نکنه دیگه هرگز چنین نظام و کائنات با چنین نظمی نمیتونه حرکت بکنه. جناب دکتر صاحب بسیار تشکر که فرصت گذاشتید به صفت آخری و از چی وقت افغان صاحب تحقیقاتشان در این بخش شروع کردن و بالاخره فعلا دنیا هم به رسمیت میشناسه موضوع را؟ حدود 50 سال میشه از تحقیقات البته رسمی افغان صاحب که در سال 1976 1976 دفتر ریاضی فلسفه جهان به شکل رسمی در دنیا البته شناخته شد و رسمیت پیدا کرد. البته چرا یعنی در پول ریاضی باییم کلمه فلسفه را بانیم؟ دیدنش یکمی سوال برانگیز است. به دلیلی که شما یک عدد انتخاب میکنین مثلا میگین عدد 9. شاید از نظر ما 9 فقط یک عدد هست. بله. ولی ما در جهان هستی نور یک ساختار خیلی بزرگ برش داریم، کاربرد خیلی زیاد داره. نو مثلا نو چه هست؟ نو وقتی ریاضی فلسفه میایه که ریاضی یک جا میشه نور را تجزیه میکنه. مثلا میگه نو چه هست؟ نو 3 مربع هست. مثلا نو چی هست؟ نو 1 جمع 8 هست، نو 2 جمع 7 هست، نو 3 جمع 6 هست. ببینین خود نو از یک تعداد اعداد دیگه ترکیب شده که فلسفی اعداد یعنی اعداد را میایه دوباره از اون حالت اصلیش میکشه و این بره در فلسفیش که از چی ترتیب شده، چگونه یه عدد به دست میایه و چگونه پس یه عدد تجزیه میشه. مثلا اگر بگوین عدد 40 من میگم 10 ضرب 4، شما 40 میگین، ریاضی 40 میگه، فلسفه میگه 10 ضرب 4، فلسفه میگه 2 ضرب 20، فلسفه میگه که 2 به توان 6، 2 به توان 5 جمع 8، یا فلسفه میگه 2 به توان 5 و 2 به توان 3. فلسفه اینی را اینی تو فلسفه به اینی خاطر آمده در پول ریاضی. جناب دکتر صاحب، آیا شما به می عقیده هستین که اولین چیزی که در دنیا پیدا شده، هر کس عقیده داره نه در فلسفه، اولین ماده دنیا چی است؟ شما باید شاید احتمالاً به می عقیده هستین که عدد باشه. عدد است اولین شی در دنیا که پیدا شده آخه؟ خب از نظر قرآن البته که ببینیم اولین چیزی که در دنیا خلق میشه نور حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست و بعد از خلقت نور مبارک حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم میاییم و خداوند تعالی خلقت های بعدی را آغاز میکنه که نظریات مختلف در این مسائل وجود داره، ولی از نظر قرآن اولین خلقت انسان بوده، اولین مخلوق از نظر قرآن انسان بوده، قرآن ایدیش امی هست. ولی عدد نه، عدد خلق نشده، عدد در اثر خلقت به میان آمده. مثلا اولین بار خداوندتون وقتی که مثلا انسان را خلق میکنه، مثلا خلق میکنه حضرت آدم، وقتی حضرت آدم خلق میکنه که یک خود به خود خلق شد. از پولی چی خلق میکنه؟ هوا. میبینه که 2 خود به خود به میان آمد دیگه، 1 بود 2 شد. یک طفل از شما به میان میاره، میبینین که 3 خود به خود به میان آمد دیگه. حال نیاز نیست که 1 2 3 هم ما بیم جدا، گرچه مخلوق هستن سرش حرف زد، ولی میبینین که خودش به میان آمد. وی زیباترین پاسخ هست بخاطر خلقت اعداد، که از ابتدای خلقت اعداد با خلقت خلق بودن و یک جا خلق شد. ای بدون شک جواب قانع کننده هم بر همه اگی بوده و خودم هم بدون شک قناعت حاصل شده، چون که بسیاری از فلاسفه دنیا عقیده های مختلف داره. کسی میگه اولین منبع دنیا آتش است، کسی میگه فعداد است، کسی میگه فعاب است، کسی میگه نمیم. اما از دید اسلام بدون شک اولین منبع و اولین شیر که خداوند متعال خلق کرده نور حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، به ادامه از او حضرت آدم علیه السلام. بسیار تشکر جناب دکتر صاحب محترم که فرصت گذاشتین، وقت گذاشتین. بدون شک دوستای عزیز شاید سالها را در بر بگیره تحقیقات که افغان صاحب انجام داده ما به تصویر بکشم، هنوزم تمام نمیشه. امیدوار هستم که بر افغان صاحب محترم یک تلویزیون یا یک یوتیوب مشخص باشه و یک و یک برنامه هاش در روی تصویر کشیده شه و همچنان آثاری که از افغان صاحب بوده
بالاخره همیش به چاپ برسه تا دسترس همه هموطنان باشه. دوستای عزیز، این بود گزارش امروزی. ما جا داره تشکر کنیم از جناب دکتر صاحب محترم. تا گزارش های بعدی، الله حافظ و ناصرتان.